All of our images and videos are archival and we do not claim that they are related to the present time. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز هم با یک برنامه جذاب راجع به یکی از سلاح‌های پرکاربرد و به یاد موندنی در ارتش کشورمون در خدمت شما عزیزان هستیم. در واقع امروز می‌خوایم راجع به سلاح ژسه صحبت کنیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بدون معطلی بریم سراغ ادامه برنامه. سلاح ژسه با خرید فناوری از آلمان در زمان حکومت پهلوی وارد ایران شده و شروع به تولید کرده و به ناوگان ارتش و نیروهای مخصوص سپاه واگذار شده. سلاح ژسه ساخت کمپانی هکلر و کوخ در سال 1959 وارد ارتش آلمان شده و از فشنگ‌های قدرتمند 762 ناتو استفاده می کرده. مهندسین آلمانی در شرکت اسلحه‌سازی هکلر و کوخ در نظر داشتند که سلاحی بسازند با دقت آتش تفنگ مثل مابزر کار 98 و قدرت آتش تیربار مثل MJ-42 تا بسیار دقیق و مرگبار باشه. با خرید فناوری این سلاح خط تولید اون به ایران منتقل شد و سلاح سازمانی ارتش و نیروهای مسلح ایران بود. با گذشت زمان و پیشرفت علم، سرگرفتن جنگ‌های نوین و لزوم بروز رسانی این سلاح مطابق استانداردهای جدید، چند دور این سلاح بروز رسانی شد که شامل تعویض بعضی از قطعات یا نصب قطعات اضافی بود که مورد پسند نیروهای ارتش نبود و همچنین ساخت و نصب این قطعات هزینه بالایی رو می‌طلبید که توجیه اقتصادی نداشت. اساسی ترین مشکل ژسه سیستم مسلح شدن مجدد اون بود که قابل تغییر نبود. سیستم مسلح شدن تفنگ ژسه با فشار مستقیم گاز باروت یا به اصطلاح بلوبک هستش. در این سیستم قطعه پیشانی جنگی داره یه دو تا لاگ قفل کننده با طراحی قلتکی شکلی که بعد از قرار گرفتن فشنگ در خزانه ی لوله، قلتک‌ها درون مقرهای خودشون در داخل بدن یه سلاح جفت میشن. زمانی که گلوله شلیک شده و گاز بارود حداکثر فشار خودشون رو به مرمی و لوله اعمال میکنن، این قلتک ها طوری طراحی شدن که تنها چند صدم ثانیه بتونن این فشار رو تحمل کنن و بعدش زمانی که مرمی از لوله خارج شد، قلتک ها از چفت آزاد میشن و فشار گاز پوکه رو عقب میرونه و پیشانی جنگی عقب نشینی کرده و در بازگشت فشنگ جدید رو وارد خزانه میکنه. ای به تفنگ ژسه این بود که گاز بارود وقتی به داخل خزانه راه پیدا میکرد، هم پوکه و هم خزانه ی لوله رو کثیف میکنه و سلاح بلافاصله گیر میکرد. و از سربازانی که از کاربران ژسه بودن، وقتی اسم ژسه رو میشنوند بلافاصله میگن که ژسه زود گیر میکنه یا نیاز به نظافت زیادی داره. با انتقال این نیاز به سازمان صنایع دفاع، اونها با بررسی سلاح‌های موفق دیگری از شرکت هکلر و کوخ آلمان، توجهشون به سلاح جدید اونها یعنی مدل 417 یا به اختصار HK-417 که از همین فشنگ قدرتمند استفاده میکنه جلب شد. این سلاح اکثر استانداردهای مورد نظر خواسته شده ی ارتش ایران رو داره. سیستم مسلح شدن نوین‌تر اون با فشار غیر مستقیم بود که گاز از طریق لوله دیگه‌ای در بالای لوله اصلی مجدد برمیگرده و سلاح رو مسلح میکنه و خزانه ی لوله دیگه کثیف نمیشه. این سلاح داره 4 محور ریل در طرفین و پایین و بالای بدنه سلاح بوده و قنداق کشویی که طول اون قابل تنظیم هستش. با تهیه چند قبضه از این سلاح از طریق واسطه، کار بررسی و مطالعات روی اون شروع شد و اولین سلاح و اسلحه ایرانی با استانداردهای مطابق با اسلحه HK-417 ساخته شد که نام اون مسافه 2 هستش. مسافه 2 به سرعت معروف شد چون طرح اولیه اون یعنی مسافه 1 با مهمات 556 راه پرفراز و نشیبی رو طی کرده بود و امتحان‌های سختی رو پشت سر گذاشت بود تا موفق بشه و بر اساس تجارب به دست اومده از تفنگ مسافه 1، سازمان صنایع دفاع تفنگ مسافه 2 رو ساخته. اما عمر لوله اون کمتر از چیزی بود که سازمان صنایع دفاع
تعهد داده بود. لذا سلاح در چند مرحله به دلیل عمر پایین قطعات رد شد. اما در نهایت بعد از جنگ روسیه با اوکراین، ایران به روسیه در مقابله با این نیروها کمک‌های را ارائه کرد و در عوض تکنولوژی ساخت لوله‌های نظامی را دریافت کرد و مشکل وزارت دفاع در ساخت لوله با کیفیت حل شد و به سرعت سلاح با لوله‌های جدید و مقاوم‌تر تولید شد. و در طرح 5 ساله قرار شده که سلاح مسافه دو کاملا در ارتش فراگیر و جایگزین تفنگ ژ3 بشه. سلاح مساف دارای یک لوله شیاردار فلوت شده و خنک شونده هستش. دارای یک شعله پوش جهت پراکنده کردن آتش دهانه و هدایت اون به طرفینه و همچنین امکان نصب انواع ترمز دهانه و سایلنسر رو هم داره و از همون مهمات قدرتمند 762 ناتو استفاده میکنه. سلاح مساف در قسمت بالای بدن اداره یک ریل 1913 سراسریه که به طرف این وزیر سلاح هم میتونه این ریل رو به بدن اضافه کنه تا امکان استفاده از دوپایه، چراغ قوه، انواع دوربین روزانه و شبانه و ردات ها، لانچر های نارنجک انداز و سامانه های هدایت آتش لیزری و نوری و مواردی از این دست رو داشته باشه. لوله ی گاز که فشار غیر مستقیم رو به سمت پیستون ثابت در پیشانی جنگی هدایت میکنه در قسمت جلوی خودش داره یک دربه که با باز کردن این درب میشه لوله گاز رو بدون نیاز به باز کردن سلاح تنظیف کرد. قنداق سلاح در راستای یه لوله هستش که موقع عقب نشینی سلاح انرژی عقب نشینی این سلاح بیشتر خطی باشه و دهانه یه لوله یه سلاح کمتر به سمت بالا پرش داشته باشه و در کل لگد اون هم کمتر از تفنگ ژ3 باشه. همچنین میتونیم این قنداق رو با قنداق‌های دیگه جایگزین کنیم یا با اضافه کردن قطعه به قسمت دافع قنداق اون رو تاشو کنیم. خشاب سلاح به صورت پیشفرض 20 تیری هستش و امکان استفاده از بقیه خشاب‌های 5، 10 و حتی 30 تیری هم بنابر سفارش و نیاز سازمان‌ها وجود داره. وضعیت‌های آتش سلاح هم به صورت تکثیر و رگباره. سیستم نشانه روی مکانیکی سلاح در بخش ناظر عقب همون تبلک و روزنه دیده که نیروهای ارتش با اون آشنایی کامل دارن و نیازی به آموزش مجدد نیست. دستگیری آتش دو طرفه که در بالای سلاح قرار داره هم با دست چپ و هم با دست راست به راحتی قابل به کارگیری و مسلح سازیه. سلاح داره یه سیستم زامن تیر آخر هستش که بعد از شلیک آخرین فشنگ آلات متحرک عقب مونده و بعد از تعویض خشاب و تنها فشردن یک زامن سلاح به سرعت مسلح میشه. دریچه پوک پرانداره یک درب محافظتی هستش که در زمان بلا استفاده بودن سلاح درب بسته میشه تا از ورود گرد و غبار و آب باران به داخل بدنه جلوگیری بشه که این امکان در سلاح قبلی ژ3 وجود نداشت. سری اسلحه های مساف فعلا یکی از بهترین سلاح های تولید انبوه شده ی سازمان صنایع دفاعی در ایران هستش که در حال جایگزینی کامل با ژ3 و تبدیل شدن این سلاح به تفنگ سازمانی جدید ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین تبدیل به تفنگ ملی و کاملا بومی ایرانی خواهد شد. خب رفقا، به پایان این برنامه هم رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.